بیشتر گفتگو میکنم با عبدالصمد صمدی، آگاه روابط بین الملل که از لندن رخصت کرد با ما. صمدی صاحب سلام، خوش آمدید به برنامه. اگر واقعا جهان از جانب افغانستان نگرانی نداره، پس چرا به خاطر به رسمیت شناسی حکومت حاکم در افغانستان گام بر نمیداره؟ عرض ادب و سلام با شما سخی‌زاده و به بیننده های محترم. خب از همین بحث شما را از چند نقطه سرش تبصره میکنم. اولی که اگر کسی میگوید که در افغانستان امنیت است، دقیق است، انتحاری نیست، دیگه کس انتحار نمیکنه، مردم بیگناه را شهید نمیسازن، جنگ وجود نداره، افغان کشی که قبلا بود نیست، حالا کلشان حاکم هستند در قدرت. اما اگر از دیگر طرف بگوییم انتحاری هایی که مثلا داعش میکنه و جبهات مخالف طالبان که جنگ میکنه، همه چیز است. و فعلا این کشورهایی را که مثلا اگر یک کشور میای در اونجا یک نمایندهش یک سخن میگه، مانای دین است که نمایندگی از تمام جهان میکنه. من امروز یک نشریه وزارت خارجه امریکا را خواندم که در اون نوشته کرده بودن که از 90 خانمی که در سمنگان، فاریاب و جوزجان برایشان تجاوز شده بود، صمدی صاحب بس ما بیشتر روی گسترش تعامل است که جهان چرا وارد تعامل نمیشه با حکومت حاکم در افغانستان؟ من سوال شما رو کاملا گرفتم. من میخوام که براتون بگویم، یعنی امروز من خواندم که از اون جمله 16 خانم حامله شده، یعنی و همچنان 4 زن. هدف سر ازی است که اگر یک کشور میایه، شما سوالتان این بود که چرا به رسمیت نمیشناسن. اگر یک کشور میایه، مثلا یک نماینده یک کشور میگه به خاطر بعض دلایل کنا پیش خود دارن، اما کل جهان در عین فکر نیست. من سوال شما رو کاملا گرفتم. بسیار خوب. ولی یک مسئله که بارها مطرح شده و باورها در افغانستان بر همین است که هر کشور در بیرون اونا منافع خاص خود را داره در قبال افغانستان دنبال میکنه، اونا اهداف خود را داره. درست میپذیری؟ بله کاملا دمرایتان موافق هستم. هر کشور در افغانستان، نه تنها در افغانستان، هر کشور دنیا در هر نقطه جهان بالای منافع خود تاکید داره و صحبت میکنه و پالیسی های هر کشور به اساس منافع ملیشان ساخته میشه. اما در بعض موارد ما شما باید قوانین بین المللی که هر کشور، مثلا ساختار سازمان ملل متحد، به می دلیل شده که هر کشور تحت قوانین خود کار میکنه، اما بعض قوانین است که از طرف سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده و با در نظر داشت از همون قوانین هم در کشورهای که عضویت سازمان ملل دارن پاید از کار صورت بگیره. درست. چگونه میتونیم با منطقه و جهان وارد تعامل شویم آقای صمدی؟ راه های دیپلماسی که بتونه موفقیت را داشته باشه او راه ها کدام است؟ خب من فکر کنم که خواست جهان در مجموع امی است که باید از امارات طالبانی کنار بیاین، با مردم افغانستان کنار بیاین، با سیاسیون افغانستان کنار بیاین، با بانوها و خانمای افغانستان کنار بیاین، یک حکومت را که همه در او خود احساس کنه. حالا فعلا هر کس که ضد امارات طالبانی صحبت کنه یا گم میشه، ناپدید میشه و یا این که نابود میشه. یک حکومت باشه که حداقل مردم بتانه خود را در حکومت بیابه. با آمدن یک نماینده و دو نماینده در دوای مردم دوا نمیشه. ما شما باید از در مورد کار کنیم که درد همه ملت و تشکر و کشورهای مختلف بیاین و از افغانستان دیدن کنن. تشکر آقای عبدالصمد صمدی، آگاه رابطه بین الملل که از لندن رخصت کرد با ما بودن. ممنون.